واقعا خودم پشت کار داشته باشم، زحمت بکشم تا به کارم برسم. هیچ چیز آسان به دست نمیرسه. طبعا ای دیگه با من معلوم است واقعا، یا با کسانی که نزدیکترین کسانم هستن میدانن که من چقدر سختی کشیدم. از هر چی که بگذاریم، پرستش جان، هر جوان در زندگی خود فراز و نشیبای شخصی را مثلا سپری میکنه. میخوایم بسیار صمیمانه و صادقانه بر ما بگویی ای که تا حالا کس دل خودت را شکستانده یا خودت دل کس را شکستاندی؟ تا جایی که خودم میشناسم، از همون وقتی که متوجه شدم یعنی دوست داشتن و محبت چی هستن، سعی نکردم که دل کسی را بشکنانم. چرا؟ خاطر خواهی میگن زیاد داشتم یا حالا دارم، نمیخوایم که تعریف کنم. خب البته چون سوال کردن مجبور میشم جواب بدم. بله، هستن اشخاصی که واقعا از صمیم قلب دوست دارن و بیشتر دوست دارن که ازدواج کنن، ولی خب من چون به خاطر کارهای هنریم وقت نکردم و بیشتر دوست داشتم که یکمکی زندگی مجردی را پیش ببرم تا بتونم به بقیه کارهای برسم. چون وقتی انسان متحل میشه که یکمکی بالو چی میگن دست بالا انسان بسته میشه و فرصتی رو پیدا نمیکنه که به هدف و آرزوهاش برسه. نمیفهم، فکر نمیکنم دل کسی رو شکستانده باشم. امکان داره دلم شکستانده باشن. ولی خدا رو شکر از این لحاظ من خوشحال هستم که در زندگیم نیستن. چند ویژگی را من در سیمای شما میبینم. اولی که مژایتان بسیار قشنگ است، مژای بلند شما، و ای که رنگ و موهای شما. و من توضیح بدین که از همی فشن که بر دختر خانم ها و اینا است، کدامش زیاد دوست دارین و این داستانی مژا چی است؟ خب اولا که جدا از مسلکم باشه، از خردترکی همون پدر مادر جان وقتی که یاد دادن که آدم یک دختر خانم باید به خودش برسانه، یک دختر خانم باید همیشه منظم باشه، تمیز باشه، مقبول باشه، و همون نظافت یا همون نزاکتی که از خردترکی آموختم از مادر جانم تا با حال حتما نمه تو پیش میره. و دیگه ای که در کار یعنی کارم که مسلکی کار میکنم رشته آرایشگری هست، طبعا با سعی میکنم با مد پیش برم. خب معمولا دختر خانمای داخل افغانستان ما نمیفهمم، خب دختر خانمای خارج از کشور معمولا فیشنی میباشن. و طبعا بیشتر دوست دارم که طبیعی برخورد کنم، یعنی در این زمینه خب گاهی میشه که دوست دارن یکم که اکسترا مقبول تر میگن یا یکی اکسترا به خودشان برسن. از جهت دیگه دست خود دختر خانم است. و رنگ مویم گفتین، رنگ مویم فعلا مد روز 2015 است که رنگ بنفش شرابی رو بسیار زیاد خودم دوست دارم. رنگ صورتی و بنفش بسیار زیاد دوست دارم. از این لحاظ این ماجرای مشاهی بلند چی است؟ ماجرای می که بگذاریم از این مسئله. پرستش عزیز، تشکر از اینکه یک گفتگوی بسیار شیرین همراهی من انجام دادی. بر من به خدا بسیار جالب بود. خدا کنه که خودت خسته نشده باشی، گپای ما برات بسیار خسته کن تمام نشده باشه. و بازم تشکر. تشکر از شما که مرا به برنامه خودتان دعوت کردن، وقت گذاشتن بر من، و من جای افتخار است که امروز شما خواستن که در برنامه شما مهمان باشم. همچنین افتخار بر مملکتم، بر افغانستان، بر مردم، بر خودم، فامیلم هستن که امروز میتونم من حیث یک دختر افغان در این جامعه خدمت کنم و تمام تلاشم را میکنم. گرچه ما به گفته بعضیا نسل سوخته ای روزگار هستیم، ولی
شاید روزی برسه که ما بتانیم زمینه رو فراهم کنیم برای ای که خانم های افغان بتانن بیشتر دل و جرأتش رو پیدا کنن و فامیل ها اجازه ای را بتان تا رشد کنن در جامعه. و امیدوار هستم که روز فرا برسه که خودت مثل یک ابر ستاره در آسمان موسیقی افغانستان بدرخشی و تابناک باقی بمانی. تشکر. من سعی میکنم. من همیشه یک انسان خاکی هستم. به هر صورت دوستانم بسیار صادقانه همراهی دوستانم و هر کسی که باشه برخورد کنم و اگر روزی هم به او زمین به او درجه برسم باعث افتخار برای مملکتم هستم.